پیام تازه رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان احمد مسعود. بسم الله الرحمن الرحیم. جبهه مقاومت ملی افغانستان از اکثریت مواد قطعنامه علمای افغانستان که به تاریخ 14 سنباله سال جاری در کابل به منظور قطع فوری جنگ صادر گردیده استقبال نموده و مسرد دارد که علما و روحانیون کرام کشور در مورد وضعیت جاری به تفاوت باقی نمانده بلکه در جهت برقراری صلح و امنیت تلاش میکنند. جبهه مقاومت ملی موارد ذیل را به منظور انعقاد مراتب مشروع و معقول متذکره در اعلامیه مزبور و تسهیل مقتضیات صلح و امنیت سراسری در کشور پیشنهاد می‌نماید. جبهه مقاومت ملی در اصول موافق به حل مشکلات جاری و قطع فوری جنگ و ادامه روند مذاکرات می‌باشد و امیدوار است که گروه طالبان به این خواست علمای کرام لبیک گفته و گام‌های عملی بردارند. جبهه مقاومت ملی حاضر است که به خاطر رسیدن به صلح پایدار در صورتی که گروه طالبان به حملات و تحرکات نظامی خود در پنجشیر و اندراب پایان دهد جنگ را فوراً متوقف نموده و امیدوار است که با علما و مصلحین در یک گردهمایی بزرگ به گونه همه جانبه گفتگوها را ادامه بدهد. جبهه مقاومت ملی از فراخوان علمای کرام برای رفع تعزیرات وضع شده بر پنجشیر کاملاً حمایت می‌نماید و امیدوار است که گروه طالبان این مطالبه اسلامی و بشردوستانه را جدی گرفته و عملی نماید. مردم افغانستان با اکثریت قاطع مسلمانند و مجاهدت ها و فداکاری های مردم پنجشیر، اندراب، پروان، کاپیسا و دیگر ولایات و مناطق افغانستان در طول 40 سال اخیر به خاطر استقرار نظام واقعی اسلامی و خدمتگزار از هر من الشمس می باشد. بناهن هیچ دلیل شرعی، انسانی و یا منطقی وجود ندارد که گروه طالبان که ادعای مجاهدت به خاطر استقرار نظام اسلامی را دارد بالای پنجشیر، اندراب، پروان، کاپیسا و یا مناطق دیگر از کشور که در آنجا اعلای کلمت الله جاری می باشد، آذان محمدی روزانه از تمام مساجد به جهر اعلام می گردد و مردم در اجرای فرایض و مناسک و شئون دینی قائم و دائما تعرض نماید. جبهه مقاومت ملی پیشنهاد می نماید که طالبان حملات و تحرکات نظامی خود را به پنجشیر، اندراب، پروان و کاپیسا توقف دهد و نیروهای خود را از پنجشیر و اندراب بیرون نماید. بالمقابل جبهه مقاومت ملی به نیروهای خود هدایت خواهد داد تا از تحرکات نظامی خودداری نمایند. جبهه مقاومت ملی اعلام می‌دارد که تعرض گروه طالبان بالای مناطقی که مردمان آن بنابر سوابق طالبان به حاکمیتشان اعتماد ندارند خلاف شرع میباشد. جبهه مقاومت ملی مطابق به اصول دینی و اخلاقی متعهد به حل صلح‌آمیز اختلافات با طالبان میباشد و مطمئن است که در مورد نظام آینده کشور می تواند با طالبان و متباقی اصناف و گروه هایی که از مردم افغانستان در شئون مختلف زندگی نمایندگی می کنند از راه گفتگوی مسالمت آمیز و تفاهمات برسد که تمام گروه ها و اقشار کشور در آینه آن خیش را دریابند و در امر استقرار و اطلاع آن زینف و متعهد باشند. و سلام علیکم و رحمت الله. از سوی دیگر یکی از نویسنده ها هشدار به احمد مسعود می فرماید: به احمد مسعود و فرماندهان مقاومت هشدار می دهیم به صورت جدی مراقب تسلیم شدن فرماندهان طالبان و سربازانش باشند. این ممکن است تاکتیک و تله یا دام طالبان برای نفوذ در مقاومت و شکستن حلقه اتحاد پنجشیر باشد و اگر اشتباه صورت بگیرد جلوگیری آن دشوار خواهد بود. پس بدین منظور خیلی جدی و ضروری است تا آنان که در مقاومت سهم دارند متوجه اسیران باشند و آنهایی که تسلیم می شود آنها را در جمع خود قرار ندهند. در پیام دیگر از پنجشیر، این پیام کربلا امروز از پنجشیر بلند شده است. از گلوی حسین دیگر که اینن مثل حسین در برابر یک روایت دروغ از اسلام قرار دارد. احمد مسعود اگر نواسه پیامبر نیست، پسر برازنده ترین شهید اسلام است که سالها در برابر متجاوزان استادگی کرد. طالبان که نام و مبارزهشان برای بدنامی اسلام بوده است، لشکر از یزیدهای امروز هستند که با بشرمی به یکی از منطقه های پر افتخار اسلام یورش بردند.
و در برابر فرزند شهید و ملت قهرمان میرزمند، طالبان با شیوه های فرعونی و جنگ های نامردانه راه را قطع کردند. برق و اینترنت و همه چیزهایی که متعلق به مردم عام است آن را قطع کردند. البته چنین شیوه های در گذشته تاریخی نیز اتفاق افتاده است. تجاوزگران همیشه در جنگ از ناجوانمردی کار گرفتند. ملت هایی که 1400 سال است به دروغ از حسین و کربلا یاد می کنند و می گیریند، امروز حقانیت حسینی را درک نمی کنند. امروز چهره یزیدیت را که بروشنی در سیمای طالبان می درخشد نمی بینند و صدای باطل این گروه را نمی شنوند. جهان اسلام که زمان جهاد احمد شاه مسعود را افتخار خود می پنداشتند، امروز در برابر جنایت های جنگی طالبان خاموشند. حالا می توانید درک کنید که چرا حسین تنها ماند. بی‌شرفی و نظاره‌گری عادت تاریخی اکثریت است که همیشه در برابر یک اقلیت شمشیردار سکوت کردند. مشت سیاستگر اجیر که با فساد و پولهای بادآورده غربی در کشورهای بیرون پناه بردند، منتظر خیرات سیاسی نشستند. در حالی که طالبان همچون کفتارها و لاشخوران بین خودشان هم در تقسیم مشکل دارند. آنگاه رهبرک های بزدل و بیمایه جهادی منتظر هستند که در حکومت ملا شمول تکه استخوان برایشان پرتاب شود. چرا درک نمی کنید که اگر مقاومت بشکند، طالب اینها را سگ دروازه هم قبول نمی کنند؟